square in 5, 4, 3, 2, 1, and you're on. درود بر شما بینندگان عزیز تلویزیون رنگان نوچ رو فیلم همون کردن اینجا و من میگن بهش ما قرار که شما رو تمام بشه بنده میفتن رو ایر. امیدوارم در هر کجای این دنیای پهناور که هستید مثل آقای حقایی که اینجا وایساده شاد و شنگول باشین، خوشحال باشین، خرم باشین، برای شما هم بخندین، به سیبیل بنده هم ور نرین. آقای عطابکی جانم، من چیرم تو سیبیله؟ بله خب بعدی ها شعورشون از پس کجاشون اومده من آقا عطابکی؟ بله کیرم تو سیویره ای مرد دیگه بیشعور احمق ای تو که اصلا نه خواهر داری نه مادر داری نه زن بچه داری نه اصلا انسانی یک حیوان به تمام معنی آقای کامران خان جانم ببخشینا شما سیبیلاتون خیلی شبیه سیبیلای آقای شعبون بیمخ هست قیافتن هم خیلی شبیه شما شما بیمه کده پاونی ریش داشت سیبیل نداشت یا آخه آدم سیبیل هم داشت بله ولی سیبیل هم داشت چیش شما پاونی داشت آقا اکا بگیر سلام عرض میکنم سلام قربان اون روزه اون آقایی که گفت شماره کانی شماره دو هستن من خیلی شما ایبی اترامی کردن خواستم من بگم کانی شماره سه هستم واقعا شما رو میخوام این دفعه چالش کرده باشم شما در آینه ایران چه تصمیم میخواییم بگیرین؟ اول از جوانا میخوام شروع کنم بعدن به مسنا بقیمی؟ نه خیر مزن میخواستم بگیم قبرون سویرا میخوام سویر رو بگم وقت رو تلف نکنید خواهش میکنم وقت رو تلف نکنید الو؟ بفهمی درود بر شما آقای عطابکی من از سیستان تماس میگیرم از کجا قربان؟ از سیستان بلوچستان بله قربون شما بشم مای عطابکی بفهمی من داشت نامه شما رو میگاه میکردم برا من سوال شد شما آیا با آقای سور اسرافیل نسبتی ندارید؟ نزم من سیبیلاتون این سیبیل گربه هست نزم من نسبت نداریم خیلی ممنون از تلفن تو شما بفهم نزم الو بله آقای عطابکی بله سلام من میخواستم یه چیز به شما بگم بله من سیویت رو خیلی خوشم این پیشی یاد سر کوچه میمونه متشکرم عزیزم خیلی خوشحالم که شما خوشتون اومده دیگه چی؟ آقا تاکی جانم سلام دادا سلام قربان چطوری آقا؟ قربان شما خوبم یا آقا از تو چه دقت نمیکنی دادا دوباره این سیویلا به کج زدی؟ این کج نزدم یا داریم فرمش عوض میکنیم و بابا شده مثل گربه کوره و ایشون سنگ سیبیل زدنه بله گربه کوره خیلی ممنونم نه داریم فرمش عوض میکنیم بله ما یک گربه داریم بعد الان موقع شما میاد این میره قایم میشه بعد یکی از دوستان ما گفتن که ما از سیبیلای با میترسیم آقای عطابکی میترسن گربه ترسون خلاص بله خیلی ممنون تبریک امیدوارم شما میرفتی قایم میشد با نخیرین صدای نسل شما رو نشنیم بفهمیم الو سلام سلام که چقدر سیبیل داری؟ چرا سیبیلت مثل گربه دید؟ لابد مامان جون شما الان نشسته مثل اون سوسکه بچه سوسکه از دیوار داشت میرفت بالا مامان جون نشسته اونجا گفت وای وای قربون دست و پای بلورید برم لابد مامان جون این دختر خانم الان نشسته دلش قش رفته و داره قربون صدقه بچه عزیزش میره که چقدر با هنره بفهمی سلام علیکم آقا عطابکی سلام علیکم قربان آقا من باهاتم میدونم که شما گفته که موضوع گاف بودن پیش کشیدید باهاتم بگم که برای چه گاف هستید برای که استیبیلات مثل شاخ گافه خیلی ممنون اینم شعور شما ببین شما کجه این همیشه اینجوری بوده این فرمشه فرمشه آره این فرمشه اگه بخواد اونجوری باشه که بعدنم میشه آقا سور اسرافیل باید باکس بزنم و می باکس هم اینجا تو کیفم هست ها شما بفهمی آره آقای تاکی بفهمی جون ما یه دستی باید باکس بزنم و ببین شما بفهمی نیزم این دارم خدمتتون بگم این سیبیلاتون سمت شاگرد یه کمی تنظیم کنی بله خیلی ممنون الان میکنی بنده سیبیلات چرا من این خیلی نیز کرد شده میشتم چرا نمیره بالا بی تربیت برم صحبت من قطع نکنید ولی شما که این کلاس رو گذاشتین آی با کلا رو با یه حالت خط بالا یه خط پایین می‌نویسن این سیبیل شما الان دقیقا همین آی با کلا شد
من گله دارم از دستت. بفهمی شو آدم روشن فکری هستی، خوشم میاد ازت و یکم باید خب فردا میخواد رئیس جمهور ایران هم بشی. نه خب یکم باید حال بدی دیگه. منظور؟ منظور این که آقا جون وقتی که شما چیز میکنی، اول همه من گله اولم اینی که چرا آقا هفته پیش شما این سیبیلت کجکی بود. خب خیلی ممنونم، درستش میکنم. خب اینم از عقل و شعور یک عزیز دیگه همون. به همه خواهش میکنم. سلام عرض کردم. سلام قربان. جناب ارتباکی، من داشتم تلویزیون TBS رو نگاه میکردم. بله. بعد داشتم یه فیلمی راجع به این مبارز بزرگ آقای زورو پخش میکردم. آقای؟ زورو. با. بعد من متوجه این شباهت شما از نظر سیبیل. نه قربان، سیبیل بنده، سیبیل اون سیبیل زورو انقدره، اون سیبیل زورو یبیله، این قربان سیبیله. و یه خلاصه وقتی سمت راستت یه خود پایین‌تر ها، این شاید بابا حالا هنوز درست نشده، این تازه داره در میاد. صبر کن حالا، صبر. درست بشه چی می‌خواد؟ حالا صبر کن، حالا صبر کن، صبر کن. جریان این جریان دنباله داره. صبر. حالا صندوق در شما. سلام عزیز. سوالم اینه آقا چرا اینقدر سیبیلات دیزه؟ نمیدونم والا چجوری جواب اینو بدم دیگه. سوال وقت و طرف این نمی کنیم. بفرم بخش میکنم. ببینید من یه سوالی از دارم، ولی فکر نکنید من شما رو میخوام. نه نه، سوال تو بکنم من جواب بدم. ببینید ما رو که مسخره که نمیخوایم ما رو شما بکنیم. ببینید من یه سوالی دارم، چرا سیبیلات میخوایی تکو میدید؟ خیلی زشته. آقای اتباکی ببامین چیزه، من این آقای قبل این آقای بیشوری که زنی زد یه بینه بحث قشنگی رو انداخت، من میخواستم اونو ادامه بدم عزیز. ببامین شما سیبیلاتون به کجا کش میاد؟ ای بابا خواستم بگم که اولا که سیبیل سمت راستتون یه خورده بابا شما به دیگه به جای ما از کار نداشته باشین، این یه ورش کنین دیگه، حالا راجع به چیزهای دیگه صحبت کنین، اونا قشنگتره. این سیبیل یه خورده داره فعلا در شرف درست شدنه، هنوز جاره مدلش عوض میکنم، میخوام شبیه اجدادم بکنم. امین سلطان بزرگ سیبیلش اینجوری بود، اتابک اعظم سیبیلش اینجوری بود، امین حضرت سیبیلش اینجوری بود، پدر بزرگ خودم ابوالفتح خان سیبیلش اینجوری بود. ما میخوایم اونجوری بکنیم. بله میخوام یک سوالی دارم. بفهمه سوال بفهمه. بله میخوام بدونم که تو سیبیلات بر چی نمیزنی؟ چه خودش هم خوشش میاد از قار رو غوری که میکنه. خب دیگه چی؟ هنر دیگه هم داری؟ نداری دیگه، چیکارت کنم؟ نداری. یه پیشنهادی دارم بگو. حقیقتا دارم بهت میگم آقا، این سیبیل تو بابا ترمش کن. چرا؟ این قاتلا شدی. باور کن آقا، برو یه خود ترمش کن، اون اول بهتر بود. بهتر بود؟ آره به جان با باور کن، جدی بهت دارم میگم، اینو برو یه خود تریمش کن، این الان این قاتلای پاد میدون شدی. خیلی ممنون چشم قربان، اینو برو درستش. باش عزیزم، شب خوش. قربان شما باید تأسف بشی با اون سیبیله. خیلی ممنونم، اونم هستی. سلام علیکم. سلام آبا. خوب هستین؟ بله. آقای اتباکی این سیبیله تو خیلی کلوف شده میدون. درود بر شما آقای رئیسم. الو سلام بفهمی بزرشم آقا تایی قربان شم بفهمی آقا تایی دیگه شما مثل تفنگ شده، برو مسواکش بزن. بله خیلی ممنون شما بفهمی نیست آقای اتباکی، من فقط بخواستم ببینم این برنامه این سیبیل های شما چیه؟ این شما که میخواید رئیس جمهور بشین، این سیبیل هاتون درخور نمیدونم من نهیدم والا رئیس جمهور هیچ کشوری رو. حالا شرایطی برای سیبیل رئیس جمهور وجود داره که مثلا فرقش چیه؟ فرقاش هم ما بگید که ما ببینیم که باید چی کار بکنیم. یه مقدار موضعی که والا راستش بخوام، من این جریان سیستان بلوچستان رو فکر نمی‌کردم حقیقت داشته باشه. نه 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 حقیقت داره، من چند جهت مختلف شنیدم. بله ولی اکثرا هم که زنگ میزنن یه بحثی رو به وجود میارن که اصلا ارزش نداره در موردش صحبت بکنیم. بله وظیفه شما بینندگان دیگه است که بیان آنن. این خانم الان یه بحث رو مطرح کردن که واقعا یعنی یه بحث بسیار جالبی بود که منو توی خودم توی دون وبسایت خونه باورم نمیشد. بسیار مهم بخواهم گفتن، شما هم گفتین باورم شد. اینا نیروی ایرانی هستن، یعنی منظورم اینه که از جمهوری اسلامی
میان این کارا رو میکنن ده. این تصویرها رو بندازن گردن آمریکایی ها و نمیدونم اینا که ضد ایرانن، ولی اینو باید مردم ایران بدونن که باید رید سیویل های شما هم. این هم شعور یک آقای بسیار اصلا من چیزی نگم بهتره قضاوت میذاریم به عهده خود شما. خواستم بدون بگم که چجوری شد که این دار مادر همه چیز رو گرفتن. بگو آقا بگو. یه چجوری بگم، یه آقایم همسن سله شما اومدن انقلاب کردن، بعد هم اون پوله رو برداشتن اومدن تو لس آنجلس، حالا هم میخوان تازه عوضش کنن، ما ولشون کنی خودشون عوضشون میکنن. تو برو گام شو با اون سیویله دوست. این هم از شعور این یکی مثل که بهش داره خوش بگیر اگه بهش خوش نگذرش تو گوشتی هم گذاشت رن. خوبه محمد خوبه جانم میشه این لطفه بکنین پای تخت اصفهان بذارید، اصفهان خیلی زیبا شده. چشم حالا چه فرقی میکنه ده چشم، چون اصفهانی ها خیلی دوست دارن تو سیویلات بیرینن. به هم باشه باش میکنم یه تیپ داری به هم ده همیشه تیپون خوب بود تازه نیست. نه اتفاقا هفته های پیش بیشتر مثل آقای احمدی نژاد بودیم ولی این دفعه بهتر شدیم. عجب، ممکنه بفهمید کجای بنده شباهت با آقای احمدی نژاد داشت؟ سیویل، گوش ریش من یا موم یا کچه الوارم یا کراواتم یا چی؟ سک سیویل. بله خیلی ممنون، شما هم نظرتون رو داد باش خواهش میکنم. سک من سیگه سک سیویل بفهمه خواهش میکنم شما بفهمه نیزم سک من سیگه شما بفهمه. تموم کسایی که مورد تجاوز کشیشای مسیحی قرار گرفتن سیبیلایی به این کلوفتی میذارن؟ حالا آدمیزادی چی داری بگی که استفاده بکنیم ما؟ بحثانه بفهمید به من آتابکی من هم ناسیس هستم، کسی تا حالا به شما نگفت این سبیلای شما مثل دست دیره یا با هم سوارا میمونه؟ چرا داور بهم گفته اینا؟ آقای به آقا گوش تو سبیلات خیلی ممنون دستانه بفهمید. شما چون الان نداری که دو ماه اینو برنامه نداشتم مردم فقط از تو لادیو شنیدن اشتباه رو ندیدن. بله بعد شما ظرف این دو ماه باشده سیویلات هم حسابی گرد خلوف شده. من به نظرم شما یه برنامه تشریفاتی بذاریم. بله بعد پرده بذاریم، بعد یه برنامه تشریفاتی از سیویلات هم پرده برداری کنیم که مردم یه شوکه نشن. اینم من بسیار رد نظر بسیار خوبی جمعه که من بیام برنامه اجرا بکنم. درود بر شما. شما چی داری بر ما بفرستی؟ الو آقای هستا وکی سلام سلام بلا بیوان خاک عالم بفهمی قربونت برم الهی مادم با رئیس جمهوریت اینجوری حرف میزنه وای 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 بفهمی کامران جون اگه بدونی قربونه اون سیویلات. حالا ما چون کاریکاتور ما اونجا کشیدم دیگه از مردم همه فکر میکنن که باید چقدر خوشگله اون کاریکاتوره. خب بفهمی. سلام عزیز حالت خوبه؟ سلام قربان شما. قربونت برم قربونه اون سیویلات. ممنونم سعادت بشم. چه خوشگلی تو. این که تو جدید نیست که همه اینو میدونن. دست نمی بفهمی. حالا دیگه سوال دیگه هم داری؟ نه بابا اینا به افتخار شما. نه 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 به چرخون بریم سیبیلا اونا بابا نمیگرده ولی مون کن بگرد نجا رفته بالا یه حدش مثل با آلب آی باکولا شده امشب باز نمه کنه باری کلا باری کلا قربان شما شبتون بخیر شما بفهمی. کامیتون سلام. سلام بابا. مخلصی بابا. قربان شما. عیدت مبارک. سال نو شما مبارک. مخلص شما. در ضمن این سیبیلات هم حس نداره کامی جون. اینقدر هم باش بر نرو چون دلمون آب میکنی. حس نداری مخلصی. قربان شما. ببم بقاش میکنه. نوری بر آقای عطابایی. نوری بر شما دم بفهمی. اون سیبیلا رو برساقون لطفا. چشم. همه بهتر شد. شما بفهمی. الو آقای عطابکی خوبی؟ آره بابا خوبم. این بیلا رو یه تاب بده ببینین. بفهمی. این میخواد ببینه برنامه زنده است یا نیست. بیا. جمال تو. اون یکی رو هم بده. این یکی رو هم بده من بری. اون گله میکنه. بله. اون یکی رو هم بتابون. اون یکی هم بسابون. خب دیگه چی؟ جمال سیبیلا تو. مخلصتم. قربان شما. خوش باشی. قربان شما. شما بفهمی. حال شما خوبه؟ محمد تو خوبم. آقای عطابکی این سیبیلا عمرن حرف نداره، یه برش جسته یه برش نجسته. بله خیلی ممنون از نظر شما عزیزم. شما بفهمید.
اینا هر کی این اینایی که زنگ میزنن راجع به سیویل شما اینا بد میگن، اینا خلاصه چون سیویلتون خیلی قشنگه، این ورش جسته اون ورش نجسته، اینا نمیفهمن چی میگن آخه. بله مثل که شما بنز کافی شعور ندارین که اصلا بخواین چه صحبت بکنین با ما. شما بفهمین عزیزم جوان ها، البته الان که من چند وقت پیش ایران بودم دیدم خیلی ها منقل و بافور و انتظار میدونی اصلا زیاد شده، اصلا شورش در اومده، مسخره شده، میدونی اصلا ایران شده، یعنی دقیقا مسخره ایران شده مثل سیبیل هایی که شما، دقیقا مسخره ایش مثل سیبیل شما. خیلی ممنون از محبتتون و نظری که دادی قربان. سیبیل شما مز... الو جان بفهمید آقای از آقای شما سیبیلاتون از کجا خریدین؟ عزیز مغازه هست نزدیک خونه ما که لوازم پارتی سوپلای و از این حرفا اینا میکنن، ضمناً چیزایی مثل ماسکای هالووین و از این حرفا هم دارن، از این نقابا و ماسکا و نمیدونم مو و سیبیل، از همه جور انواع اصلا مختلف چیزا دارن. اینم من از اونجا گرفتم، یه خود چسبای خوبم دارن که میزنی زیرش، این قشنگ اینجا میمونه و ما صبحم که میخوایم بریم به کارهای راستمون برسیم اینو برمی‌داریم اون یکی رو میذاریم.